به دسترخوان افغان خوش آمدید. تغذیه صحی اقتصادی در ایالات متحده. تمرکز این ویدیو بالای پسنداز از طریق پلان گذاری وعده های غذایی است. پلان گذاری غذایی زمانی صورت میگیرد که غذای مورد نیاز خود را برای مدت معین معمولا یک هفته پلان گذاری نمایید. 1. از طریق پلان گذاری وعده های غذایی تان قبل از خرید غذا می توانید پول پسنداز نمایید. 2. غذای صحی بخورید. 3. از ضایعات غذا جلوگیری نمایید. 4. همچنان می توانید زمان کمتری را در فروشگاه مواد غذایی سپری نمایید. پلان گذاری مواد غذایی ساده است. 1. در نخست چک نمایید که کدام مواد غذایی اولیه را از قبل در خانه تان دارید. 2. بعداً فروشگاه های مواد غذایی و کوپن هایی را که می توانید استفاده نمایید جستجو نمایید. 3. بر این اساس شما در مورد وعده های غذایی و میان وعده هایتان در هفته تصمیم گیری می نمایید. 4. بالاخره یک لست خریداری تهیه نمایید. بیایید دوباره روی این موضوع بحث نماییم. چک نمایید که کدام مواد غذایی اولیه را از قبل در خانه تان دارید. قبل از خریداری غذای جدید از غذایی که در خانه دارید استفاده نمایید. این می تواند غذای داخل یخچالتان باشد که ذخیره کرده اید یا غذای کنسرو شده باشد یا سایر مواد غذایی اولیه. 1. در صورتی که از غذاهای بانکهای غذا استفاده می نمایید، پس از اخذ غذا وعده های غذایی خود را پلانگذاری نمایید تا اینکه بتوانید از آن مواد غذایی اولیه در پلانگذاری وعده غذاییتان استفاده کنید. 2. در صورت عدم آشنایی با بانک های غذا، بدانید که بانک های غذا یک تعداد سازمان ها هستند که بسته ها یا صندوق های غذا را به نیازمندان می دهند. در صورت پلانگذاری وعده های غذایی بر اساس غذایی که از قبل در خانه دارید، هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد. فروشگاه های مواد غذایی و کوپون ها را جستجو نمایید. قبل از پلانگذاری وعده های غذایی هفتوارتان ببینید که کدام مواد به تخفیف گذاشته شده است و یا کدام کوپون ها موجود هستند. شما می توانید لست معاملات هفتوار یا کوپون ها را به صورت آنلاین یا در دفترچه کوپون محلی خود از پست و یا از خود خوراک فروشی پیدا نمایید. در مورد وعده های غذایی و میان وعده هایتان که می خواهید صرف نمایید تصمیم بگیرید. اکنون که می دانید کدام غذا را از قبل دارید و کدام غذاها ممکن است در تخفیف باشند، می توانید وعده های غذایی خود را پلانگذاری نمایید. مردم معمولاً برای یک هفته پلانگذاری می نمایند. از پلانگذاری برای صبحانه، نان چاشت و نان شب و میان وعده ها اطمینان حاصل کنید. مواد غذایی اولیه و وعده های غذایی را که تکرار نموده می توانید یا می توانید به سایر وعده های غذایی تغییر بدهید انتخاب نمایید. مثلا می توانید یک مرغ مکمل تهیه نمایید و از مواد اولیه آن برای وعده های غذایی متعدد استفاده کنید. یا می توانید وعده های غذایی متعدد را با سبزیجاتی که در تخفیف است یا لوبیاهایی که می توانید به صورت عمده خریداری کنید پلان گذاری نمایید. در ذیل مثال آن آورده شده است. در روز دوشنبه می توانید بورانی کدو که کدو همراه با ماست یا چکه است به عنوان یک غذای صحی همراه با گوشت یا پروتئین لوبیا صرف نمایید. در روز سه‌شنبه با استفاده از کدوی باقی مانده پخته نشده سوپ کدو تهیه نمایید. در اخیر هفته می توانید از باقی مانده کدو برای ساخت چلو کدو که کدو همراه با گوشت و چکه و برنج هست استفاده نمایید. پلان گذاری برای پختن حداقل یک قرمه گوشتدار یا شوربا که به سادگی قابلیت دوباره گرم شدن یا نگهداری در یخچال برای استفاده در یک زمان دیگر را دارد به شما در پسنداز کمک می کند. به خاطر اینکه گوشت قیمت است، صرف چند وعده غذایی محدود گوشتدار را در هفته پلان گذاری نمایید. لست خریداری خود را ترتیب نمایید. اکنون که می دانید کدام غذاها را برای صرف کردن پلانگذاری نمایید، می توانید یک لست خریداری تهیه کنید. 1. به هر وعده غذایی و میان وعده ای که پلانگذاری نموده اید، ببینید و مواد اولیه غذایی را که باید بخرید نوشته کنید. 2. می توانید با استفاده از صدایتان از تلفن خود برای ثبت لستتان استفاده نمایید.
این لیست مواد خوراکی شما خواهد بود که در حین خریداری با خود می داشته باشید و از این رو می دانید که کدام مواد را بخرید. یک تعداد مردم ترجیح می دهند که لیست مواد خوراکی خود را با بخشای از فروشگاه مواد غذایی مانند میوه‌جات و سبزیجات یا لبنیات سازماندهی نمایند. از این رو اقلام را براحتی پیدا می کنند و در پیدا کردن اقلامی که در لیست نیست سرگردان نمی شوند. داشتن یک لیست مواد خوراکی و یک پلان وعده غذایی شیوه های مهمی هستند که اطمینان حاصل می نماید که فامیل شما غذای خوب و اقتصادی می خورد. حتمی تمامی ویدیوهای شامل سلسله ویدیوهای ما در مورد خوردن غذاهای سی اقتصادی در ایالات متحده را تماشا نمایید.